صبح عالیتان متعالی. باز هم خوش آمدین. شما بیننده ادامه برنامه صبح ها زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و همچنان شنونده برنامه از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام. در هر کجایی که هستین صحتمند و سلامت باشین و امیدوار هستم که روزتان با موفقیت و خوشحالی سپری بکنین. در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمانکای قندول و سمندول در برنامه با ما هستند، کسایی که از رخصتی‌های زمستانیشان استفاده خوب کردن و مطالب بسا قشنگ و مهم دینی را یاد گرفتن. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در این بخش برنامه با مهمانای ما، محمد غزالی جان و همچنان افت جان پویا که هر دویشان خوارک و بیادرک هستن و امروز در برنامه صبح و زندگی مهمان ما. خوش آمدی محمد جان، صبحت بخیر. خوش باشید. بر بیننده سلام نمیتی؟ بر بیننده هایم یک سلام خوب میتم. آفرین. و افت جان خودت هم خوش آمدی، صبحت بخیر باشه. در قدم اول از شما و تمام کارمندان تلویزیون خوب شما تشکر میکنم که ما را به برنامه زیبایتان دعوت کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، بسیار خوش آمدی. خوشحال هستیم که امروز هر دوی شما را در برنامه داریم. نام خودم تا آمادگی های فوق العاده عالی هر دوی تان گرفتین و دیگه چند لحظه بعد از تان پرسان خواد کردم و با بینندای ما شریک بسازین. درست است افت جان، در شروع از خودت پرسان میکنم که صنف چند مکتب هستی خودت؟ صنف چهارم. صنف چهارم مکتب و در سایت چطور هستی؟ خوب هستم. خوب هستی؟ بیخی همه تو کاملا؟ بسیار عالی. چندم نمره؟ اول نمره، ماشاءالله. و محمد غزالی جان خود صنف چند مکتب هستی؟ من صنف دوم مکتب خصوصی علی ایثار هستم. صنف دوم؟ بسیار علی، نام خدا. خودت هم اول نمره هستی در صنف؟ بله. ماشاءالله، خواهر و برادر لایق که هر دویتان دیگه حتما در درس ها هم دیگه تان کمک میکنین. بله. افت جان کمک میکنی محمد جان در درسایش؟ بله. در کدام مضامین زیادتر کمکش میکنی؟ زیادتر در مضامین انگلیسی و ریاضی. به انگلیسی و ریاضی. باز ریاضی یک کمک مشکل تر هم میباشه، نه یاد گرفتنش. محمد جان لایق هست در ریاضی یا نه؟ بله. زود یاد میگیره؟ آه. بسیار خوب. خب افت جان، امروز در برنامه مطمئنن که زیاد خودت آمادگی گرفتی و مطالب زیاد داری که بر ما بیننده شریک بسازی، اما در شروع برنامه از خودت یک قرائت بسیار مقبول میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاءالله، بسیار مقبول و بسیار عالی خودت تلاوت کردی. دیگه تمام شبینندای عزیز، افت جان حفظ داشت و از حافظه خود هم قسم مقبول تلاوت کرد. ورق پیشش هست اما من متوجه بودم از روی ورق نخوان، تمام شد دیگه. نام خدا از حافظه خود خوان. خودت هم محمد جان قرائت داری بر ما و بیننده؟ بله. بسیار خوب، پس از خودت هم مشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسیار مقبول، بسیار زیبا، ماشاءالله. نام خدا هر دوی تانم تو مقبول تلاوت کردین. نگفته نمانه بینندای عزیز که افت جان و محمد جان هر دویشان از یک سافتویر بسیار خوب و مؤثر استفاده کردن در رخصتی های زمستانیشان تا به حال، که این سافتویر بیشتر آموزش های دینی را برشان یاد میده و بخصوص در دروس قرآن کریم کمکشان میکنن که آیات های مختلف و سوره های مختلف را بسیار خوب یاد گرفتن و همیشه دیگه از موبایل استفاده میکنن. اما تو راست افت جان، به خاطر آموزش، یعنی از رای مثبت دیگه، بعضا هستن که 24 ساعت گیم میزنن، اما افت جان و محمد جان برعکس کار بسیار عالی را انجام دادن که به جای گیم زدن و ضایع کردن و وقتشان، آمدن دروس قرآن کریم را از سافت ویر موبایل یاد گرفتن که والدین عزیزشان همچنان کمکشان کرده. همونطور است؟ بله. بیشتر پدر جان کمکتان میکنه یا مادر جان؟
بیشتر مادر کمک میکنه به خاطر که پدرم مصروف کار میباشه. خب بسیار خوب. محمد جان از مضامین مکتب کدام مضمون بیشتر خوش داری؟ زیاد مضمون ریاضی انگلیسی. ریاضی و انگلیسی همون مضمونایی که افت جان کمکت میکنه. بسیار خوب. ضرب زبانی را یاد داری؟ بله. تا چند؟ تا پنج. پنج چقدر زیاد. خودت هم صنف دوم مکتب هستی ولی نام خدا خیلی زیاد یاد گرفتی. خی اکسی سی را بر ما بینندا میخوانی؟ بله. بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سی سی دو سی شهر سی سی نو چار سی دوزه پنج سی پونزه شش سی اجده هفت سی بیسته اگه سی بیست چار نو سی بیسته و ده سی سی. آفرین بسیار مقبول. افت جان خودت تا چند یاد داری؟ من خودم تا 11. تا 11 چقدر نام خدا زیاد یاد گرفتی. من تا 10 یاد دارم دیگه 11ش یاد ندارم. خیازه 11 را از خودت میشنویم. سیس بسم الله الرحمن الرحیم. 1 11 11 2 11 22 3 11 33 4 11 44 5 11 55 6 11 66 7 11 77 8 11 88 9 11 99 10 11 110. ماشاءالله بسیار مقبول. استعداد هر دویتان قابل قدر است و حالا میخواییم که از افت جان پرسان بکنم که بیشتر خودش علاقمند کدام مضمون مکتب هست و بیشتر استادا در کدام مضمون خودت تشویق میکنن؟ من بیشتر مضمون ساینس و چی ریاضی. ساینس و ریاضی. در ساینس کدام موضوعات زیاد دوست داری؟ و میخوای داینده چی شوی؟ میخوایم داینده دکتر شو. در آینده دکتر. بسیار خوب. چرا میخوای دکتر شوی؟ به خاطر که بیشتر هموطنان ما گرفتار یا مریض سخت میباشه و میخوایم که به مردم کشور خود خدمت کنم. بسیار خوب. بخصوص در این اواخر که مریضی ها زیاد شده نه؟ کرونا زیاد شده دیگه باید ما ضرورت داریم به دکتر سایوهای بیشتر که به مردم خدمت بکنن و امراض کم شوند. درست؟ محمد جان خودت خوش داری داینده چی کارا شوی؟ من داینده میخوام یک انجینیر شوی. انجینیر. چرا میخوای انجینیر شوی؟ به خاطر که هموطنان ما بعضیشان خانه نمیداشته باشه من برشان کمک میکنم. آفرین. چقدر یک پلان عالی و یک فکر عالی. به هموطنان ما که نادار هستن میخوای کمک بکنم و برشان خانه جور کنم. اونطور از؟ بله. نام خدا. بسیار خوب. افت جان بر ما بگو که از رخصتی های زمستانی خود ما چطور میتونیم استفاده خوب کنیم؟ ما در سه ماه زمستان هم درس های مکتب خود تکرار میکنیم و هم درس قرآن کریم خود پیش میبریم از طریق موبایل. بسیار خوب. در روز مثلا چند ساعت از موبایل استفاده میکنی؟ دو ساعت. دو ساعت. باز دیگه خوب یاد میگیری در این دو ساعت. بسیار خوب. و محمد جان خودت چطور از رخصتی زمستانی استفاده میکنی؟ من چی کارا میکنی؟ در زمستان رخصتی درس های مکتب من میخوانم تکرار میکنم و یک ساعت یا دو ساعت قرآن کریم تکرار میکنم. نام خدا. دیگه آمادگی میگیری به صنف سوم بخرنی که سال آینده شروع میشه. که سال آینده هم دیگه در درس‌هایت مشکل نداشته باشی و مثل امسال اول نمره باشی. درست؟ بله. بسیار خوب. حالا ما از افت جان یک مقاله بسیار مقبول میشنویم که مقاله افت جان هم در رابطه با راست گفتن است. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی همه ما شما که باید همیشه چی بگوییم؟ راست بگوییم و هیچ وقت دروغگو نباشیم. بله. خیلی مقاله را از خودت میشنوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید راست گفتن انسان را نجات میدهد و دروغ گفتن انسان را نابود میسازد. سه برادر مردی را نزد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آوردند. گفتند این مرد پدر ما را کشته است. عمر رضی الله تعالی عنه به آن مرد فرمودند چرا او را کشتید؟ آن مرد گفت من چوپان شتر و گوسفندان هستم. یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از باغ پدر اینها کرد. پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد و من هم همان سنگ را برداشتم و با آن سنگ بر سر پدرشان زدم. پدر اینها وفات کرد. عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند حد را بر تو اجرا میکنم. آن مرد گفت سه روز به من مهلت بدهید. پدرم مرده و برای برادر کوچکم گنج به جا گذاشته. پس اگر مرا بکشید آن گنج تباه می شود
و برادرم نیز بعد از من تباه می شود. عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند چه کسی ضمانت تو را می کند؟ آن مرد به مردم نگاه کرد. چشمش به ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه افتاد. گفت این مرد. عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند ای ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه، آیا ضمانت این مرد را تو میکنی؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه عرض کرد بله. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود تو او را نمیشناسی، اگر فرار کند حد را بر تو اجرا میکنم. ابوذر رضی الله تعالی عنه عرض کرد من ضمانتش را میکنم. آن مرد رفت و روز دوم و سوم سپری شد و همه مردم نگران ابوذر بودند که بر او حد اجرا نشود. بالاخره آن مرد قبل از اذان مغرب آمد و در حالی که خیلی خسته بود نزد عمر رضی الله تعالی عنه آمد و عرض کرد گنج را به برادرم دادم و اکنون تسلیم فرمان شما هستم تا بر من حد را جاری کنید. عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند چی باعث شد تا برگردی در حالی که می توانستی فرار کنی؟ آن مرد گفت ترسیدم که وفای بعد از بین مردم دور نرود. عمر رضی الله تعالی عنه از ابوذر رضی الله تعالی عنه سوال کرد چرا ضمانت او را کردی؟ ابوذر گفت ترسیدم که خیر رسانی و خوبی از بین مردم دور نرود. پسران مقتول متأثر شدند و گفتند ما از قصاص پدر خود گذشتیم. عمر رضی الله تعالی عنه فرمود چرا؟ آن سه برادر گفتند می ترسیم که بخشش و گذشت از بین مردم دور نرود. نام خدا. بسیار مقبول و بسیار پرمفهوم بود مقاله و متن که خودت آماده کرده بودی و بسیار یک مفهوم عالی داشت و پندآموز بود واقعا. تشکر از خودت. محمد جان، خودت خود در آینده میخوای انجینیر شوی و بیشتر کشور آباد بسازی و خانه هم جور کنی به همه تنان ما که خانه ندارن. اما تو از درست الان یک مقاله بسیار مقبول محمد جان داره. مقاله شام در رابطه با بازسازی و آبادی کشور است. از خودت میشنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چطور می توانیم که با داشتن تعلیم و تربیت سالم، داشتن تخصص و تجارب علمی و کمال تعهد توان اداره مدیریت این زمین را داشته باشیم؟ دوستان خوب، از مطالعه پیام های قرآنی و سوره یوسف می توانیم این را به خوبی یاد بگیریم که یوسف علیه السلام چطور توانست مردم سرزمین خود را با داشتن یک پلان کاری 7 ساله از فقر و ناداری نجات داد و مردم مصر را به این قانع ساخت که قسمت از گندم هایشان را ذخیره نمایند و قسمت دیگر آن را به مصرف برسانند و همراه مشکلات زندگی مبارزه بکنند. تاریخ اسلام به ما یاد داده که در آغاز ظهور اسلام تعداد مسلمانان روز به روز بیشتر و قوی تر می شدند. به همین خاطر بود که مشرکین مکه تصمیم گرفتند تا مسلمانان را از مکه بیرون کنند و آنها را زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار دهند. اما مسلمانان همت و حوصله خود را از دست ندادند و توانستند که با کمک خداوند جل جلاله و مدیریت خوب پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل تمام مشکلات مبارزه نمایند. شاگردان عزیز، تحقیقات علمی نشان می دهد که یک پرنده عقاب در حدود 70 سال عمر داشته می باشد. زمانی که به سن 40 سالگی می رسد و قله های کوه پرواز می کند و توسط نول خود پر و بالهای بیکاره خود را از بی خودیشه می کشد. بعد از آن نول و پنجه های از کارمانده خود را با سنگ های محکم می زند تا با برآمدن پر و بال تازه نول آهنین و پنجه های تیغ مانند خود برای شکار آمادگی قوی بگیرد و با داشتن اراده جوان بر فضای آسمان پرواز نموده و برای سپری کردن زندگی باقی مانده خود پلان های جدید زندگی را روی کار بگیرد. ما زمان می توانیم کشور خود را از چنین حالت بد نجات دهیم که عقلها را بسازیم و این آیت قرآن کریم را با داشتن فهم و درک درست برنامه زندگی خود قرار دهیم. طوری که خداوند جل جلاله می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. و دومین که در کنار تعلیم و تحصیل، تخصص و تجارب علمی و تعهد اراده جوان، پلان منظم و مدیریت خوب داشته باشیم.
و امید آن روزی که همه ما شما کودکان کشور و باشندگان این ملت به عنوان آرزوهای امروزی و حقایق فردا با داشتن تعلیم و تربیت سالم، تخصص و تجارب علمی و تعهد و اراده جوان بتوانیم که با یک تغییر مثبت سرنوشت این سرزمین را رقم بزنیم و در زیر سایه پرچم یک نظام اسلامی در فضای صلح و امنیت طور زندگی نماییم که بعد از فتح مکه مسلمانان در اطراف حرم به سر می بردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله، بسیار عالی، بسیار فوق‌العاده بود. واقعا من زیاد مطالب متوجه شدم که محمد جان در مقاله خودش گنجانیده بود و بیشتر روی موضوعات اقتصادی و موضوعاتی که سبب پیشرفت کشور ما میشه در مقاله محمد جان اشاره شده بود. و محمد جان، میشه بگویی که کی امرای خودت در قسمت آماده کردن این مقاله کمک کرده بود؟ بله. کی امرایت کمک شده بود که این مقاله مقبول نشده کنی؟ پدرم. بسیار خوب، ماشاءالله صنف دوم مکتب هم هست. محمد جان قدر زیبا و مقبول مقاله را خواند که اصلا باور کس نمیشه که محمد جان صنف دوم مکتب باشه. ما فکر کردیم که دیگه شاید صنف 10 یا 11 مکتب باشه که قدر مقبول مقاله را از روی خواندی. اما تو هست محمد جان؟ بله. نام خود استعداد خودت دیگه کاملا قابل قدر است از هر دوی شما. بازم تشکر میکنم از حضور افت جان و محمد جان، طفلکای قندول، دوست داشتنی و با استعداد که در برنامه حضور پیدا کردن. و در آخر میخوایم که گفتنی افت جان بشنوم بر هموطنان ما و کودکایی که همسن سال خودت هستن. پیام ما برای هموطنان عزیز خود این است که از دروغ گفتن دوری کنید، انسانهای امین و صادق باشید، با مردم عفو گذشت کنید و برای خدا با هم زندگی کنید. بسیار عالی، فوق العاده. و محمد جان، خودتان پیام داری بر کودکا؟ بله. بفرما، بگو پیامت. پیام من به مردم افغانستان این است که برای یک افغانستان آزاد تعلیم و تربیت درست، تخصص و تجارب علمی و تعهد داشته باشیم تا هم دیگر را تحمل کنیم. بسیار مقبول. سلامت باشی محمد جان، موفق باشی در همه امور زندگیت و خودت همچنان افت جان موفق سربلند باشی. انشالله که در برنامه آینده هم باز بخیر با دستاوردهای بعدیت خودت خواد داشته. وقت خوش برتان میخواییم و تشکر خاصم میکنم از والدین نهایت گرامی افت جان و محمد جان که زحمت کشیدن بالایشان و قدر اطفال با استعداد را تربیت کردن. از شما هم یک دنیا سپاس. وقفه بسیار کوتاه میگیریم و در ادامه با بخشای بعدی صبح زندگی باشین.